بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در شمال عراق پشت پرده حمله پهپادی 23 مارس در شمال شرق سوریه بوده است که به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی و مجروح شدن ده‌ها نظامی و غیر نظامی دیگر منجر شد. تلویزیون CBS نیکی هیلی در برنامه فیس د نیشن در رابطه با تغییر قوانین مهاجرت گفت ایران گفته است که ساده ترین راه برای ورود به آمریکا از طریق مرز جنوبی است. ما نباید منتظر 11 سپتامبر باشیم تا متوجه شویم که جمهوری خواهان و دموکرات ها باید وارد یک اتاق شوند و اصلاحات مهاجرت را حل و فصل کنند و به جای هر کار دیگری برای مردم آمریکا کار کنند. سایت وزارت دفاع آمریکا فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده ناوگان پنجم ایالات متحده پس از توقیف کشتی‌های تجاری غیرقانونی اخیر ایران ایالات متحده با هماهنگی نیروهای فرانسوی فعال در این منطقه چرخش کشتی‌ها و هواپیماهای گشتنی در داخل و اطراف تنگه هرمز را افزایش می‌دهد. روزنامه شرق الاوسط نوشت دو زندانی به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی سنندج اعدام شدند. مقامات زندان به 18 زندانی از جمله دو زن در زندان دستگرد اصفهان و 4 نفر دیگر در زندان زنان دولت آباد حکم اعدامشان را اطلاع دادند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران نسبت به موج بی‌سابقه اعدام در ایران به ویژه در میان زنان هشدار داد. رئیس سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست دستگاه کشتار را متوقف کند و هشدار داد که صدها نفر در ماه‌های آینده قربانی این رژیم خواهند شد.